نن سه شنبه د جون شلمه د کډوالۍ نړیواله ورځ ده. د کډوالۍ نړیواله ورځ داسې مهال منځل کیږي چې لا هم میلیونونه افغانان په بیلابیلو هیوادونو کې کډوال او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په پاکستان او ایران کې افغان کډوال په بیلابیلو بهانو ځورول کیږي او زندانونو ته اچول کیږي. د اروپایي ټولنې د احصایې دفتر وایي چې د روان کال د فبروري میاشت کې افغانان په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو له عمده ډله څخه وو. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنری شمیرې بیا ښیي چې د 2022 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې څه باندې 15,000 افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده. د دغې کمیشنری په وینا له 2021 کال راهیسې 1.6 میلیون افغانان د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. سلامونه، وخت مو په خیر. د مهرق زموږ د خپرونې ته ښه راغلاست. په نننۍ خپرونه کې موږ هم د کډوالۍ پر لاملونو، د کډوالو پر ستونزو او د معضلې پر حل لارو باندې خبرې اترې کوو. د نړیوالو اړیکو کارپوه ښاغلی ډاکټر صاحب زلمی افغانیار پوپل دلته په استودیو کې زما د نننۍ بحث میلمه دی. پوپل صاحب، بحث ته په خیر راغلی. ډیره زیاته مننه چې زما بلنه مو ومنله. ډیره زیاته مننه. پیل به له دې زه وکړو چې نن سه شنبه د جون شلمه د کډوالۍ نړیواله ورځ ده. هغه د کډوالۍ اصلي لاملونه څه دي؟ ولې یو کس دې ته مجبوریږي چې خپل هیواد، کور، ټاټوبی، خپل خپلوان او دوستان پرېږدي او بل هیواد ته کډوال شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. پر ضرورت مجدد خدمت شما، خدمت هموطنان عزیز با شما در هر گوشه از جهان هستی که هستن سلامت. امیدوار هستم آرام و صحتمند باشن همراه اعضای فامیلای محترمشان. از حادثه لرزت به خود کاخ نشینان، ما خانه به دوشان غم سیلاب نداریم. اگر ما اوضاع افغانستان را تجزیه و تحلیل بکنیم، بحث مهاجرت را او را بیاییم بسیار کاوش بکنیم. افغانستان از چند دهه گذشته، تقریبا از 4 دهه پیش که جنگ ها تحمیلی بر افغانستان محتمل شد و روس ها و افغانستان آمدن حمله کردند، میلیون ها هموطن ما و شما مهاجر شدند و راه مهاجرت را در پیش گرفتند، هم در کشورهای نزدیک و هم در کشورهای دور. و بعد از دهها هنوز هم همو روند در افغانستان ادامه داره. اگر بحث مهاجرت مطرح بحث میشه، یک بحث جهانی هست. همو کشورهایی که در آرامش امنیتی اقتصادی هم هستند، باز هم بعض مردمشان به کشورهای دیگه مهاجرت میکنند و اوج احساس آرامش بیشتر را میداشته باشند. موضوع اصلی در مهاجرت موضوع آرامش روحی و روانی، آرامش اقتصادی و یا تحصیلی هست. اما مهاجرت در افغانستان در طول چند دهه گذشته تحمیل شده به خاطر جنگ ها در افغانستان بوده، به خاطر اقتصاد خراب بوده، فیصدی کمی بوده که به خاطر تحصیل بوده باشه که او برن تحصیل بکنن پس برگردن به وطن خدمت بکنن. این یک موضوعی هست که اگر ما دقیق تر باشین، اینجا حکومت ها هم پیرامون این موضوع جوابگو هستن، حاکمیت ها جوابگو هستن که چطور این بحران ها در کشورهایشان مدیریت نمیشه. کشوری مثل افغانستان با وقتی فیصدی اعظم از مردمش مهاجرت کردن و راه برگشت برایشان مساعد نشده، حاکمیت ها برایشان مساعد نساخته. و در طول 22 ماه حاکمیت امارت اسلامی هم ما دیدیم که همون موج مهاجرت اوایل اضافه شد به خاطر همون تبلیغات مطبوعاتی فرامنطقوی، نارامی ذهنی مردم ما و شما، فشارهای محتمل شده اقتصادی سیاسی، ایجاد فاصله ها، موضوع تحصیل. این موضوعاتی بوده که در افغانستان دامنگیرش بوده. اما مهاجرت های سیاسی هم مطرح بحث است، مهاجرت های فرهنگی هم مطرح بحث است. هر کدام از این اگر ما و شما تجزیه و تحلیل بکنین بسیار ابعاد وسیع می داشته باشه و بالایش باید ساعت ها باید تفصیل صحبت کنیم. دکتر صاحب افغانیار، یک مسئله که نباید فراموش شوه و بحث روی از او صورت نگیره، گذشته از وضعیت فعلی در گذشته ها هم ما مهاجرت داشتیم، حتی گفته می شد که مهاجرت های شوقی هم صورت می گرفت. اگر وضعیت فعلی مورد بحث قرار نگیره، در گذشته ها یگانه دلایل مهاجرت موردی بودن که شما یادآور شدین؟ ما بیشتر گفتیم که مهاجرت ها ابعاد مشخص خود می داشته باشه، اما در کشور ما و شما بیشترین مهاجرت که میلیون ها مهاجر شد، مهاجرت به خاطر جنگ بود، به خاطر نابرابری ها دامن زدن در افغانستان بود. زمانی که روس ها به افغانستان آمدن حمله کردن، مردم از قریه و قصبات بر آمدن به کشورهای همسایه مهاجر شدن. که امروز هم به نحوی ایران میگه ما مهاجر 4 میلیون مهاجر اوجه به کشور ما است، پاکستان میگه به کشور ما 6 میلیون هست و باز هم میلیون ها نفر به کشورهای اروپایی آمریکایی مهاجر هست. اگر او مهاجرت هایی که به خاطر آرامش بوده و خاطر چکر زدن بوده، اگر به خاطر زندگی بهتر می بود، شاید ده ها و صد ها هزار نفر می شد. اما این یک کتله وسیع که میلیون ها نفر مهاجر شدند، او فقط در افغانستان بحران جنگ بود، نابرابری ها بود. همون شکلی که جنگ های عراق را ببینین، سوریه را ببینین، یمن را ببینین،
فلسطین را ببینین، همو جنگ هایی هست که وقتی که دامن زده میشه این در تقابل با همو منافع ملیشون مطرح بحث میباشه. وقتی کشورها بالای کشور حمله میکنن، مردم از نارامی روحی و روانی میرن. و امروز هم که مهاجرت ها صورت میگیره، ما پیشتر بر شما یادآوری کردیم در افغانستان در طول 22 ماه گذشته فشارهای اقتصادی سیاسی بر حاکمیت هم محتمل هست، اما بار تحملش بالای شانه های مردم هست. و بسیار از این کسا رو شما پرسان بکنین چرا مهاجر شدین، فیصدی بالایش فقط موضوع تحصیل برشان مطرح بحث هست، خاصتا به دو کشور همسایه که میرن میگن اوج خود زمینی تحصیل برای اولاد ما مساعد هست، ما نمیخوایم که سرنوشت از اوها خراب شود. بله، خود جالبه مسئله بیام داده چم دا دو هیوادون ایران و پاکستان هم مهاجرین لری نور هیوادون. طبعا خب دم بحث مهاجرت یک تجارت جور شده. سالانه میلیاردها دلار اعضای بدن مهاجرین او فروخته میشه. وقتی که ما از طریق مطبوعات میشنویم که کشتی مهاجرین غرق شد، وقتی که او غرق میشه و صدها نفرش گم میشه، آیا شما احساس نمیکنید که او اعضای بدن از او باندهای تبهکار هست که او را به فروش میرسانند؟ در موضوعات دیگه از او استفاده صورت میگیره، در کارهای شاقه او برده میشن. در بحث مهاجرت روزانه به اساس راپورهایی که موجود هست، کشورهای همسایه افغانستان در قبال هر مهاجر او روزانه 4 دلار میگیرن. وقتی که ایران ما بیان حساب بکنین، 4 میلیون اگر ما مهاجر به ایران باشه و 6 میلیون به پاکستان باشه، 10 میلیون روزانه 40 میلیون دلار این دو کشور در طول روز ما سال و 40 سال بکنین، میلیاردها دلار میشه. آیا او میخواد که مهاجرت ختم شوه و در افغانستان آرامش روحی و روانی باشه، مردم مهاجر نشوند، در افغانستان دو میدان جنگ نباشه؟ و اگر دو میدان جنگ نباشه، آرامش اقتصادی باشه، آرامش امنیتی باشه، اوجه ما آرام هستن، ما آرام بودی، خب نفع از او باز نیست. در افغانستان موضوع منابع ما مطرح بحث هست، اگرچه که موضوع مهاجرت یک موضوع جهانی هست، اما در افغانستان این موضوع مهاجرت موضوع سیاسی هست. مطبوعات دنیا را شما ببینید بالای از آن عامه مردم ما چقدر کار میکنن، خاصتا وقتی که میان برای چند تلویزیون مشخص به نام افغانستان ساخته میشه، هر روز او تبلیغات میکنه و پدر فامیل، مادر فامیل، دختر فامیل، پسر فامیل ششته هست، سر ذهنش کار نمیکنه. او خانه خودم به فروش میکنه، موتر خودم به فروش میکنه، جایداد خودم به گرو میده. میگه وقتی که این موضوعات در افغانستان هست، بیا ما جای امن‌تر بریم. اما از بازوی توانای مهاجرین امروز پاکستان هم ساخته شد، ایران هم ساخته شد. و به اساس فرموده شما به ده ها و صد ها هزار نفر از مردم خود از یاب و کشورهای دیگه مهاجر هستند. اوها کشورهای یهودی هستند، نامسلمان هستند، اما بر از اوها کرامات انسانی مهم هست. اما این کشورها میگن ما تطبیق شریعت میکنین، ما مسلمان هستین، و میگه اسلام مرز نداره به اساس گفته قرآن، اما اوها بر ما مرز کشیدن. اما اوها امروز نابرابری دامن میزنن، فیما بین مهاجرین تفکیک قائل میشن، بر مهاجرین بوی سمت و گروپ و مذهب و نژاد میدن، ملیت میدن. نابرابری ها در افغانستان دامن زده میشه. از همون مهاجرینی که میلیونی که ما مهاجر داریم به کشورهای همسایه، در جنگ های نیابتی از او استفاده میشه. همون شکلی که از کشور ایران رهبرای که از کابل پرواز میکرد میرفت شانه خامنه ای را ماچ میکرد، ده ها هزار افغان را او در سوریه و در عراق بکشتن دادن، اوج جنگ مذهبی را دامن زدن، موضوع شیعه و سنی را ساختن. و امروز در افغانستان که باز موضوعات میشه، به خاطر عقده‌گشایی هایی که با اوها داشتن و بازوها میان اکتیو میشن، باز ایره میدن رفت میدن به حکومت فعلی افغانستان. هم دغه هیوادونو تزین دست نړیوال بنسټونه هم شدی چې د مهاجرینو لپاره یو سلسله امتیازات ورکي، لکه یو ان سی آر. دوی بیا ولی پښتنه نه کوي چې تاسو د دې کډوالو په وړاندې چې دغه څه چلند کوي، حداقل موږ ستاسو لپاره د دوی هغه حقوق مخکې ورکو. ایران او پاکستان زموږ دوه هغه ګاونډي هیوادونه دي چې همیشه له افغان مهاجرینو سره دوی بد چلند کوي. در تقابل سیاسی عدم تعریف منافع مطرح بحث است. وقتی که ما مهاجر دارن، از این مهاجر کی پرسان بکنه؟ برای یونیسیار یا یونیسف که اوها کار میکنن، فعالیت میکنن، از طریق جامعه جهانی، از طریق سازمان ملل کمک ها انجام میشه. خب بیشترین مصارف اینه که بعد از اینکه یا به کشورها میدن، بر کارمندهای خود میدن. در نیمه کابل وقتی که یا دفتر داشتن، از هر میلیون دلار که به افغانستان میامد، 8 لک از اون مصارف خود از یا میشد. به نحوی بر ما چیزی نمیرسید. اما ما باز هم میره گفتیم، به کرات هم میره گفتیم، گفتیم وقتی که شما به ایران و پاکستان روزانه میلیون ها دلار میدین به خاطر نگهداشت مهاجرین، همو پیسه را بر خود مهاجرین بدین، بگو شما برین وطنتان برین. اگر یک فامیل 10 نفر باشه، به هر نفر شما 4 دلار بدین،
ایرش به یک فامیل زندگی نرمالش میگذره. $40 میشه. $40 یک فامیل زندگیش نرمال میچله. اما موضوع تحصیلش هم حل میشه. اما در ایران و در پاکستان این کمک ها را از سازمان ملل میگیرن، از جامعه جهانی میگیره، از خود مهاجر هم میگیره. هم پیسه اوش میگیره، هم پیسه برق میگیره، هم پیسه کارکردش میگیره، هم رفتنش، هم آمدنش، هم به چیزش از او امتیاز میگیره. و کمترین امتیاز را بر مهاجرین افغانستان میدن. او اگر شهروند خودشان کار بکنه روزی 1000 افغانی، افغان اوجا میره کار میکنه روز 100 افغانی. توهین هم میشه، تحقیر هم میشه، کشته هم میشه، تحصیل نیست پرسان هم بشه. به نحوی که در طول اینمی تقریبا 23 ماه حاکمیت امارات اسلامی شده، ایران هم میگه ما 1.5 میلیون مهاجر اضافه آمده، پاکستان هم میگه آمده. هرات محیط زندگیم هست، اسلام قلعه خانه‌ام هست. ما هر روز همراه مردم به تماس هستیم. روزانه از مرز اسلام قلعه هزارها نفر از مرز میشه. کسهایی که ایران 4 سال 5 سال کار کرده، اما روزی که او را ردمرز کرده، او از مردم پیسه کرای خود میگیره بیاید تا به هرات بیاید. به این معنا که هم توهین شده، هم تحقیر شده، هم او به محکمه روان شده و محکمه او را آورده به سفید سنگ، او را به اردوگاه نگاه کرده، او جا باز از این پیسه هم گرفتن. وقت برآمدن هم کلاه جانش به جانش است. بله، افغانیو سه بوس پختنه دلته مطرح کیږي چې دغه نړیوال بنسټونه یا نړیوال ادارې چې د کډوالو د حقوقتنې په برخه کې کار کوي یا دوی حمایه کوي، دوی له دې وضعیت نه خبرې کې دغه رپورټونه چې له هیوادونو نه خبرېږي. مثلا نن تازه یونان کې وکښتې بیا ډوبه شوې ویل کیږي چې اتاویا کسان پکې مړه شوي چې افغانستان او پاکستان د دوی دواړو هیوادونو وګړي دي. دقیق شمیر د افغانانو پکې نه دی معلوم. هذا قال دغس موضوعات ندوي نخبريغي ولد هلاري لپاره خبر هستن. چرا خبر نیستن؟ امروز جهان کوچک شده. تلفونی که به جیب ما و شما هست، خودترین حادثه که در هر گوشه دنیا میشه ما و شما مطلع میشین. بله، اما خود بحران مهاجرت یک منبع درآمد هست. امروز کشورهای اروپایی، آمریکایی، او با کمبود کارگر انرژی کاری او مواجه هستن و هر کدام از کشورها به صدها هزار نفر کارمند کار داره. همون شکل که آلمان گفت 26000 نفر ما کارمند به کار داریم، کانادا به کار داره، آمریکا به کار داره، و این ارزان ترین او کارگر کی هست؟ مهاجر هست. کدام مهاجر؟ اکثریت مهاجرین یا افغان هستن، یا ایرانی هستن، یا عراقی هستن، یا سوری هستن که اوجا مهاجرت میکنن. وقتی که اوجا برسن، از نیروی کاری از او استفاده میکنن، او اولادشان از او استفاده میکنن و بر برنامه‌های بعدی که بر کشورها دارن، او افراد و اشخاص بعد از ما بنز مهاجرین پیدا میکنن. همون شکل که شما یادآور شدین موضوع گفتیم بعضی امو مسافرت‌ها به خاطر خوشگذرانی بود. اگر ما برگردین ببینین زمان وقتی که تحصیل مطرح بحث شد، چند دهه قبل به شمول زلمه خلیلزاد، جناب عطمر صاحب، جناب اشرف غنی و فلان و فلان و فلان تحت نام تحصیل و مهاجرت یا بو کشورها نرفتن، همونجا تحصیل نکردن، همونجا اوها جذب نشدن، بعد از 4 دهه 5 دهه 6 دهه باز به افغانستان در حاکمیت ها سهیم نشدن. به نحوی همین مهاجرت ها در کشورهای همسایه که قرار گرفت بر ما رهبرسازی شد، همون رهبرسازی ها از داخل کمپ های مهاجرین در اوجا شروع نشد. همین لحظه در همون مهاجرت در همون کمپ ها باز بر ما رهبرسازی نمیشه، باز بر ما گروپ سازی نمیشه. اگر ما مهاجر نباشین، به کشورهای فرامنطقوی نباشین، به کشورهای همسایه نباشین، چرا در افغانستان میدانهای جنگ گرم شوه؟ چرا بر ما دو جبهه جنگ جور شوه؟ خب عامل از اون مهاجرت هست و نیروی کاری جوان هست. وقتی که در طول 23 ماه گذشته به ده ها هزار افسر و عسکر از افغانستان برآمدن به خاطر آرامش روحی و روانی که برایشان محتمل شده بود، محتمل پیششان نبود، به خاطر همون مطبوعات فرامنطقوی، امروز در ایران هستن، امروز در پاکستان هستن، همین لحظه هم پایشان کشیده شده به جنگ اوکراین و جنگ روسیه کشیده شده. همون تیکه‌دارای قومی، همون تیکه‌دارای سیاسی حال در اسلام آباد، هم در تهران هم هست. او افسر و عسکر گرفتار میشه، استخبارات او را میگیره، بازو نمایندش میره رو ضمانت میکنه، بازو شخص خود میمونه که شما بگه ما قبول میکنیم. اگر همین آرامش بس برگرده، ما اقتصاد خوب داشته باشیم، روابط دیپلماتیک سیاسی با جامعه جهانی داشته باشیم و همون افسر و عسکر پس دوباره پرتره بسته بکنه و هدف حفاظت از جغرافیای افغانستان باشه، مرزهای افغانستان باشه، خوبی به نفع ما افغانها هست، به نفع کشورهای همسایه نیست. و بدیلش به چی هست؟ برنامه‌های اقتصادی حکومت مطرح بحث است که در این راستا چی برنامه داره. افغانی صاحب، نظام ها هم در گذشته و هم در شرایط کنونی در این بخش سهلنگاری کردن، چرا پرسان نمیشه؟
حداقل اگه دورتر از افغانستان یا از همسایه افغانستان نریم، فقط دو کشور مد نظر بگیریم، ایران و پاکستان، که همیشه مهاجرین افغان مورد آزار و اذیت قرار دادن، نه در گذشته و نه فعلا. انتقاد مردمی است که هیچ پرسان جدی از یک مهاجر افغان نمیشه، احوالش پرسیده نمیشه، حق و حقوق امتیازاتش بهش خواسته نمیشه. راست میگن، واقعیت هست. من گفتم اسلام قلعه خانه ایم هست، چندین دهر ما خودم یادآور هستیم، میبینیم که در مقابل افغان ها چقدر ظلم میشه. اگر شما کمرتون رو بگیرین 24 ساعت به مرز اسلام قلعه باشین، به مرز نیمروز باشین، میلک باشین، شما میبینین که روز چند نفر از افغان ها از اوج به افغانستان جنازه هایش میاره. وقتی که یک مریض به اوج میره، وقتی که پس به افغانستان برمیگرده، بدن شبته بعدی میشکافن، تمام اعضای داخلی بدنش رو میکشن، همون جنازه رو خالی به وطنش تسلیم میکنن. حادثه هفته گذشته در سرحد نیمروز 14 کشته، 2 زخمی داشتیم. خب طبعا کمی هست. ببینید، ما از گذشته گفتیم، تا حال هم میگیم، باز هم میگیم، آبادی وطن تعهد و تخصص میطلبد. تعهد بدون تخصص و تخصص بدون تعهد ایرانی وطن هست. امروز چرا مردم از حاکمیت فعلی افغانستان فیصدی به این اساس خوش هستن؟ زمانی که یک دریور افغان را ایرانی به سیلی میزنه، عسكر امارات به بل مقابل کدمرمی رو میزنه. ای بی معنا نیست که ما جنگ را خوش داریم. ای بی معنا هست که از او پرسان میشه که تو حق نداری هم وطن ما بزنی. در گذشته ها از حامد کرزی گرفته تا بشرفغنی ملامت هستن. بارها ما برشان گفتیم. وقتی که 20 سال در افغانستان به تریلیون ها دلار پیسه آمد و همین مهاجرین را شما پس به افغانستان دعوت نکردین که جمعی بود که از او در رابطه با وطن ساختن و آبادی استفاده میشه، شما ملامت هستین. امروز که امروز زمین ساز برنامه های فکری را حکومت فعلی میخواهی داشته باشه، ما به کرات برشان گفته و باز هم برشان میگه کوشش کنین هم مخالفین سیاسی خود را جذب کنین و هم باعث شوین که مهاجرین به افغانستان برگرده. کمپ های شمشتو هم جمع شوه، کمپ های فریمان و سلخس هم جمع شوه، کمپ های نیلاباد هم جمع شوه، کمپ هایی که او در خاف و سلخس داره جمع شوه. همون شکلی که تاجیکستان گفت که در روزی که امارات آمده بود میگفت ما برای شما کمپ ها جور کردن، در اون کمپ ها حمام و تشنه هم چیز منظم هست. یعنی یا هم به امید بودن که باز افغان ها بوج هم مهاجر شوه و باز یا از افغان ها استفاده بکنن. این آرامش زمانی برمیگرده که آرامش امنیتی، آرامش فیزیکی، آرامش تحصیلی، آرامش اجتماعی، آرامش فرهنگی نفر احساس بکنه که برام مساعد هست و این مساعد شدن مکلفیت حاکمیت فعلی افغانستان هست. بله، ما هم قبول میکنیم که با جامعه جهانی در تضاد هستیم. ما هم میگیم حکومت همه شمول بسازین، حکومت همه شمول خارجی ها را شما قبول نکنین که باز همون مهره های سابق در حکومتداری نباشه، اما خواسته های اولیه مردم خود را شما قبول بکنین. وقتی که از جمهوریت تا به امارت یک معلم 7000 معاش میگرفت و ما میگیم که ما میخواهیم در آینده ما دانشمندای اتمی داشته باشین، آیا اون معلمی که میای 7000 معاش میگیره 10 روز خنان خشکش میشه، 20 روز بعد او به چطور به این فکر است که چطور من اولاد خودم حمایت بکنم، او چطور اولاد ما و شما را تربیه بالاتر میده، او چطور نتونه به خاطر تحصیل بچه‌ش وطنش اعلام بکنه و از وطن بره؟ ما براتون گفتیم این نابرابری ها را باید حکومت فعلی افغانستان را از بین ببره. تا که ما وطن داشته باشیم اما با وطن مردم باشیم، تا که ما سیلی پنجابستانی را بخورین، تا که ما سیلی ایرانستانی را بخورین، با این عقدمندی سیاسی تاریخی دارین. 75 سال پیش افغانستان با کشوری به نام پنجابستان مرز نبود، مرز ما با پاکستان بود. دهها قبل پایتخت تابستانی افغانستان اصفهان بود، سلطان محمود غزنوی اوج حاکمیت میکرد، اما او سرچپه همه چیز را میای بر خود میگیرد. اگر بحث ابو علی سینای بلخی میشه، او از او میشه. اگر بحث مولانا میشه، او از او میشه. اگر بحث جامی میشه، او از او میشه. ما با او مشکل فرهنگی دارین، در رابطه با ازو مشکل حاکمیت دارین با این کشورها. در گذشته پاکستانی ها میگفتند شما در افغانستان جنگ بکنین، جنگ رواست، اما امروز در حاکمیت یک شیخ الحدیث هست، او نمیتونه بگه برن شما جنگ بکنین. امروز والی ها و وزیرای ما مفتی ها هستن، اما خودشان با تحریک طالبان تی تی پی در جنگ هست. ایران بیشتر از یک سال میشه مردم خود در کف خیابان از بین میبره، اما 43 سال قبل خمینی وقتی که به قدرت رسید، او را کارتر در قدرت آورد، رئیس جمهور آمریکا، و بر از او وعده سپرد که ما همراه همنوا هستیم و همو همنوای خمینی تا به خامنه ای هست. همین لحظه هم 23 ماه میشه که افغانستان حاکمیتش امارت اسلامی است، هنوز او ما را به رسمیت سیاسی نمیشناسن، و اما میگن مرگ به آمریکا، شیطان بزرگ آمریکا. اینجا ببینید به خاطر منافع خود حاکمیت ها حتی همو شعائر دینی را زیر پای میکنن، اسلامی را زیر پای میکنن. پاکستانی ها میگن ما برادر هستیم، اما همین لحظه میدان هایشون به دست آمریکایی هاست، تیاره های جنگی شون پرواز میکنه داخل افغانستان میآیه. در طول 20 سال هاموی ها و زرهپوش های آمریکایی از پاکستان داخل افغانستان شد، اما به داخل پاکستان یک مرمی سرش فر نمیشد، اینجا به ده ها هزار نفر افغان از بین میرفت.
و این دو کشور به اصطلاح دوست و کاش که مسلمان نمی بود، ایا احساس میکرد که اگر امارت حاکمیت را گرفت، هیئت رهبری از یا بدون اجازه مایه گیلاس آب را نمیخوره. اما زمانی کسایی که در رأس قدرت آمد بشمول ملا برادر سالها در محبس پنجابی ها بود، او هیچ وقت یادش نرفته اون موضوع و دیگه ها و دیگه هایش هم یادش نرفته. امروز که در حاکمیت است، با دست خود بالا مردم خود سایه بگیره، احقاق حقشان بر اساس همو آیه قرآن شریف رو عمل بکنه. وقتی که میگن حکومت داری ما بر اساس تطبیق شریعت هست، انتوی دل امارات مطرح بحث هست. وقتی که میگه بر اساس تطبیق شریعت هست، حکومت داری امانت هست، امانت از ملت افغانستان هست، به ملت مراجعه باید بکنین، بگذارین که مهاجرین ما از کشورها برگردن وطن خود را بسازن. معادن خوب دارین، آبهای سرشار طبیعی دارین، مردم ما کشاورزی خوب یاد دارن، مالداری خوب دارن، خوب یاد دارن، معادن سرشار طبیعی ما دارن، امور استخراج بکنین، این امور بفروشین، از بالای از اون مصرف بکنیم. چرا از گذشته تا حال به نام ما کشور گدا باشه، بر ما کمک شود، دست ما پیش باشه به خاطر گندم سازمان ملل؟ افغانی سپ خسر پر از حکومت بار بار یاد بنا که چه امنیت تامین ده، فساد نشته، ده کار زمینه برابر ده، پلک ستونزه پدی برخه کشته، په نگدی راتلون که بدی ستونزه تم رسیدگی وشه. استاسو پان ولس هم پر ده پدی برخه که مردم خلکم ملامتی لري چې دوی زرخه که دیتا چه هواد پریدی زی التا پام استیلا بنده روان در دوره نشته چه دوی تار دوره التا ایخی دوی وخری دوی پدی پیگه چه لخ پل هواد نپا تک سرم پا بل هواد که دوی لکم استون دو سر مخواه. خب بل وطن من الایمان، وطن ما هست، دوستش داریم، میخواییم ایجا باشیم. امروز که ما شما در بحث هستیم، آیا نابرابری ذهنی با ما شما نیست؟ مشکلات ندارین؟ طبعا که دارین، اما میگیم کوشش میکنیم که اصلاح بود به در وطن خود باشیم. ای افغان های ما، برادرای ما، هر کدام از این به هر بگ مشکل رفتن، یا مشکل امنیتی بوده، یا مشکل اقتصادی بوده، یا مشکل تحصیلی بوده، و یا سر ذهنشان کار شده بود. آیا روزهای اول که امارت اسلامی در کابل آمد، ما و شما در کابل بودین، همون موضوع فرعف عمومی مطرح بحث شد، اگر مو صحیح مدیریت نمیشد، همون کمیسیون تصفیه صفوف ایجاد نمیشد، در نیمه کابل دو میدان جنگ باز مدیریت میشد، ای کابل کابل می بود؟ اگر مو رفتن اشرف غنی با مو شکل نمیشد، بسیار کسا رو ملامت میکنم، مو رو ملامت نمیکنم. در پهلوی از اینکه ما دکتر اتی بسن یک افسر نظامی هستم، ما کدیم پلیس مسلکی خواندیم، خوب میفهمم زمانی که در کابل بیش از 40,000 کماندوی حضور داشت، تانک و توپ و زره و تیاره های حضور داشت، اگر او مو شکل نمیرفت، جنگ به دروازه های کابل استاد میشد، در خانه به خانه جنگ میشد. انمی 7 میلیون جمعیت کابل شما میدیدین که به هر روز ده ها هزار نفر از بین میرفت. هم به ما سلاح از پاکستان باز میرسید، هم از ایرانستان خامنه ای به ما روان میکرد، همو شکلی که تیاره های هلیکوپتر نظامی ما زده شد، کسی نبود از او پرسان بکنه که تو شمشیر هستی، تو برچه هستی، تو کی هستی، تو از کجا آمدی. همین موشک را که به تو سپاه داد، این چطور تا به غزنی رسید که تو این تیاره را زدی؟ او پیلوت را که به میلیون ها افغانی بالایش مصرف شده بود، او را تو شهید ساختی. در هر گوشی یک بیرق به پا نبود، رئیس جمهور والی تعیین میکرد، دفتر والی به داخل اداره امور نبود، وزیر داخله قماندان امنیت تعیین میکرد، قماندان امنیت دفترش به وزارت داخله نبود. این خواب هایی بود که در بحث مهاجرت ها مطرح بحث برای افغانستان دیده بودند و برای افغانستان میبینند. امروز که اگر این موضوعات رو حکومت فعلی میخواد مدیریت بکنه، این فقط به یک اصل میشه که امو کار به اهلش سپرده شود. متعهدین و متخصصین در افغانستان زیاد هست، از او شما استفاده بکنید در راستای ساختارسازی، در راستای حکومتداری کردن، در راستای تامین امنیت. به هزارها و به هزارها و به صدها افسر را من بشناسیم که اکادمی پلیس را مسلکی خوانده و اردو را مسلکی خوانده، اما همین لحظه او دکانداری میکنن، همین لحظه او دیروری میکنن، او بست ها خالی هست، او بست ها او را جذب کنید، در بخش معارف جذب بکنید، در بخش صحت او را شما جذب بکنید، در سکتورهای تخصصی او را جذب بکنید، نگذارن انگشت انتقاد جامعه جهانی طرف شما باشه. وقتی که شما 20 سال تجربه جنگی در کوه ها را داشتین، امروز آمدن آرامش روحی روانی هم نوایتان هست، همو آرامش را برای دیگه ها هم بخواین، همو روزها را یاد برن که اولاد شما ناآرام بود، همو روز را یاد برن که از فامیل بر شما تلفن میکرد که اولادت مریض هست، تو کجا هستی؟ میگفتی من با کوه هستم جهاد میکنم. اما امروز تو اوج هستی و او نفر تلفن میکنه کجاست، بچه میگه مرزهای یونان است، کجاست به مرز ترکیه است، کجاست در محبس پنجابستان است، کجاست در محبس ایرانستان هست. همو آرامش، همو شکلی ده که عفو عمومی اعلام شد، مدیریت شد، باز مدیریت شوه، بیشتر مدیریت شوه، از طریق مطبوعات افغانستان بر مردم آگاهی داده شوه، افسر و عسکر ده که جذب میکنه نور هم او را به مطبوعات معرفی بکنین کی آمده همراه ما در حکومت داری استاد شد به خاطر تامین امنیت مرزهای ما. بله مردم خوش هستن، خاصتا مردم مرز محیط ما است، ما میفهمم هم مرز نیمروز خبر هستیم، هم مرز زابل هم میفهمم چیکار پس اسلام قلعه چیکار پس و خط سیر به کجا هست.
امروز مردم میگه وقتی که به خاطر انقاق حقشان اوب کده یک کلاشینکوف در مقابل ازو استاد میشه، به معنا است که بله میخواد که از حقوق مردم خود دفاع بکنه. وقتی که با یک پرتره در مقابل 50 سنی استاد میشه و سیم خاردار را که در گذشته او تنظیم شده بود او را اوس میندازن، میگنی برای ما هنوزم خط فرضی دیورند هست، برای ما خط رسمی نیست. این خب معلوم است که به جغرافیا او اعتماد دارن. وقتی که موضوع میشه که 2.5 سانت یا 1.5 سانت اراضی مطرح بحث میشه، خاطره حافظه تاریخی از استانقلا یاد ما هست. حزب وحدت همراه ایرانی ها آمدن یک روز یک شب استانقلا بودن. طالب آمد 21 سال قبل، ایرانی ها تا به تایباد رفته بودن، با داخل کانتینر عسکرایش تا به استانقلا آورد، استانقلا کاورد و پس هم بدون سلاح و حتی بدون کرتی و پس ایران روان کرد. ایرانی خوب میفهمه که حکومت که امروز 85 میلیارد تجهیزات نظامی آمریکایی های جمانده و ترامپ میای میگه که بعد از ما بزرگترین فروشنده سلاح در سطح دنیا افغانستان شده میتونه، این پاکستان هم درک میکنه. اما بحث مهاجرت با کشورهای دیگه یک منفعت هست. بر ما بدبختی است، بر ما نابرابری است. اگر پدر میره اولادش میمونه، اولاد میره پدرش میمونه، مادرش میمونه، با مرزها گم میشه، هزارها افغان میال گم است، پدرش هم منتظر است که او کی برمیگرده، مادرش هم منتظر است، پدرها گم است، اولادش به افغانستان منتظر است. یا میاشت التوگی پات کیگه زاور اول کیگه و هل کیگه. وقتی که موضوع آبهای سرشار افغانستان مطرح بحث شد، کلیپ ها رو ما دیدین، ایرانستانی ها مهاجر را میگیرن، کورتی را به جانش از سرش پترول میگیرن و در میدن. افغانی صاحب، رای حل چی باید صورت بگیره؟ نه تنها به سطح یک کشور، به سطح جهان، حداقل معزل است که جهانی باید برش توجه صورت در بگیره. در جهان خیلی موضوعی هست که سازمان ملل در این راستا استقلالیت نداره. فرانسه، انگلستان، روسیه، چین، امریکا رو مدیریت میکنه. اما در وطن خود ما میتونیم میره بگین ایجاد اتحاد، انسجام، همدیگر پذیری، تو کی هستی ما کی هستم مطرح بحث نباشه. بر ملت افغانستان تمامش به یک چشم دیده شود، به همون شکلی که بلال حبشی دیده میشد، به همون شکلی که ام سلمه دیده میشد، همه ما همون چه همون خواسته ها رو برابر بکنین. وقتی که در حاکمیت قرار دارن که در ارگ و در سپیدار همون چیزی را که بر اولاد خود میخواین، همون را بر فرد مردم افغانستان بخواین، از استانبول تا بطرخم، از واخان و بدخشان تا به نیمروز. ممنونتان. وزارت ها را فعال بسازه و زمینه جذب متأهلین و متخصصین در بدن حکومت مساعد بسازه. بسیار زیاد تشکر. ممنونتان. ډیر زیات مننه د نړیوال اړیکو لکار پوخ غلی ډاکټر صاحب زلمای افغانی ار پوپل چې په نننی بحث کې اسما ملمو په یاد ولرې چې نن شپه 9 بجې د کډوالې د نړیوالې ورځې لپاره زمنګ د تاودو بحثونو خبرونه هم ځنګړې شوې ده. هیله مندم دغه خبرونه هم وګورئ. مننه چې تدې د ملمو سره وای. تربیه خواهد. لاله دلمو مننه.